البته من اینجا یه نکته هم در ارتباط با انتقال سیلند بگم، چون اینجا مواد هسته‌ای وجود نداشت. قرار بود تا 15 سال در اینجا غنی‌سازی صورت نگیره، مواد هسته‌ای وجود نداشته باشه. خب 15 سال عملاً 4 سال گذشته، یعنی 11 سال ما باید صبر می‌کردیم تا مواد هسته‌ای می‌آوردیم یا غنی‌سازی می‌کردیم. این کار از چند روز پیش شروع شد، شروعش هم با انتقال یه سیلند بود از سایت شهید بدی روشن، حدود 2 تن 2000 کیلو UF6 یا اگزافلوراید منتقل شد. یه نکته مهم این استش که ما این گازی رو که علال قاعده معمولا گاز UF6 باید اصفهان بیاد، ولی چرا از اونجا آوردیم؟ دو تا دلیل داشت. دلیل اولش جغرافیایی بود، خیلی نزدیکتر بود، ما بالاخره چند ساعت وقتم اینجا صرفه جویی میکردیم تا از اصفهان میخواستیم بریم. دلیل دومش هم این بود که این تولید پسماندها بود و خود این پسماندها هم وقتی که رسیده به حدی که شما میتونید استفاده کنید خودش پیام خودش رو داره، که به هر حال وقتی که اینها خود تولید از اورانیوم طبیعی 7.11 هزارم هستش اگر اشتباه نکنم، در تیل ها این عدد خیلی پایین تره، 14 میتونه باشه، 12 میتونه باشه، و میشه گفت یه نوع کار غنیسازی رو اینها از اون کار غنیسازی روی در واقع اون مواد طبیعی پیشرفته تره.